دو سال انتظار فصل دوم، یا اینطور که خوشم میگم والیوم دوم سریال عشق مرگ بر ربات ها لاو دث اند روبوتس پخش شده. اینجا میخوام در رابطه صحبت کنیم. از اونجا که فصل دو سریال به برای معرفی این سریال، یا بعد وارد داستانش بشی یا صرفا معرفی کنی. ویدیو قبلی من صرفا ویدیو معرفی، اگه کلا این سریال رو ندیدید اون ویدیو رو ببینید تا یه ایده کلیش دستتون بیاد. تگ کردم میتونید ریویو من از دو سال پیش ببینید با این ویدیو مقایسه کنید. ولی این ویدیو اسپویل داره، این هشدار اسپویل بهتون. قسمت به قسمت میریم جلو. اصل اول 18 قسمت بود، این فصل 8 قسمته. من تو یه روز کلشو بینج واچ پشت سر هم دیدم، خیلی چسبید. میتونید تو یه روز کلشو ببینید. انقدر هر قسمت عجیب و جالبه وقتی پشت سر هم میبینید، قسمت جدید فرصت فکر کردن به قسمت قبلی رو بهت نمیده. یه حس سورئالی میده که مغزتو جلا میده. بلک میرور نزدیکترین چیزی به اینه که میتونم مثال بزنم، ولی اون همش دارکه. این اپیزود روشن هم داره. قسمت اول به نام اتوماتد کاستومر سرویس، سیستم اتوماتیک مشتریان، در مورد یه جامعه‌ای که کلا توسط ربات گردونده میشه. همه خیلی پولدارن، همه خیلی پیرن. اولش که داشت دید ربات نشون میداد، حس کردم فلش بک اون زمان زیما بلوه که ربات ساده بوده. ولی متوجه شدم سیزن دو این سریال کلا هیچ کدوم از اپیزودهای سیزن 1 رو دنبال نمیکنه، دنباله هیچ اپیزودی نیست. این نکته‌ای که بهش اشاره شد خوشم اومد، وقتی خانم زنگ زد به پشتیبان جاروبرقیه، گفت برای اینکه با یه آدم واقعی بتونی حرف بزنی وقتی انتظار 6 ساعته. مشکل دقیقاً اینجا هم هست. وقتی میخوای با یه آدم واقعی حرف بزنی تقریبا غیر ممکنه. به نظر میاد کمپانیا به بهانه AI و اتومات کردن یه قسمت بزرگی خدمات مشتری رو حذف کردن، کاری که اصلا 50 سال پیش نمیتونستن کنن. بچه کلیه جاروبرقیه کاملا از فیلم 2001 اودیسه فضایی استنلی کوبریک گرفته شده. اون نور قرمز دایره شکل که میتپه یه حالت قاتلی هم داره بهش میاد. اپیزود میخواد بگه وسایل هوشمندی که ما انقدر بهشون وابسته ایم صاحب ما شدن، دارن تمام زوایای زندگیمون رو کنترل میکنن، که اینجا به صورت نمادین اینا رو از شهرشون هم دیگه انداختن بیرون ربات ها. ولی اون رباته که پی پی سگو برمیداره میبرتش گردش و اینا به درد میخوره. یعنی شخصا این چند تا سگدار میشناسم حوصله ندارن سگشون رو ببرن گردش. اگه ربات باشه ببره بیرون، پی پیشم جمع کنه، ایتس اوکی. قسمت دوم آیس یخ، در مورد دو تا برادر توی سیاره دیگه است که از کره زمین مهاجرت کردن. جوری که اتمسفر مهاجرت رو ساخته بودن انگار تو همین کره زمین از یه کشور دیگه رفته باشه یه کشور دیگه. واقعا احتمالش خیلی خیلی زیاده که ما آدما شروع کنیم به کلونی کردن سیارهای دیگه. یه مهاجرت از کشور به کشوری تبدیل شه به سیاره به سیاره‌ای. من خیلی میبینم این قضیه رو. ایده جالبی آدما رو مد کنی. مثلا آدمایی که مد شده بودن قدرت بدنیشون زیاد بود، تو سرما بدون لباس اوکی بودن، در حالی که اون یکی برادری که مد نشده بود صرفا یه آدم معمولی بود. این قسمت منو دو تا از قسمت‌های سیزن قبل انداخت. یکی زیما بلو، خب علاوه بر گرافیکی همونه، استایل و تم از دید بصری همون مثل زیما بلو بود. ولی یکی دیگه هم فیش نایت، اون قسمتی که پدر و پسر وسط بیابون وارد دیمینشن دیگه میشن، کوسه پسر رو میخوره. همه پسر معمولیه به دید یه آدم ضعیف نگاه میکردن، ولی موقع عمل که شد تمام اون دوستای مد شدهش فرار کردن، فقط این مود داداشان نجات بده. موفق هم شد داداشان نجات داد. دقت کنید برادر بعد اینکه افتاد زمین که مکس کرد، من برداشتم این بود که خودشو به ناتوانی زد که برادرشو تست کنه صرفا. پیامی که ازش گرفتم اینه که هر چقدر هم فکر کنی عقبی ضعف داری، آدمای دیگه تو خوششانس‌تر و جلوترن، لحظه عمل که میرسه قدرت انجام اون کار در تو زاییده میشه. قسمت 3 پاپ اسکواد گردان مرگ واقعا وحشتناک بود. اصلا نمیدونستم میتونن اجازه بدن همچین داستانی رو بسازن. تعجب کردم. داستان در مورد یه جامعه ای که دراگی به نام ریجو میزنن که بهشون عمر طولانی و جاودانگی میده. توی اون جامعه هیچ بچه‌ای حق نداره زنده بمونه. همه بچه‌ها رو میکشن. پلیس مملکت چکارچی بچه‌هاست. در واقع به صورت نمادین انرژی زندگی رو از بچه میگیرن، به خودشون میزنن، جاودانه میشن. اتمسفر دارک و مضطربی داشت، همش فکر می‌کنی یه منفی و بد در حال اتفاق افتادنه. کلی کانسپیریسی تئوری میشه از این اپیزود در آورد. مثلا زمین و مهمونی چهارخونه سیاسفید بود، نماد فراماسون میگن. تیپ این خانم ابروهاش، لباس قرمزش منیفستیشن شیطان یه جورایی. خود مردم یه جورایی انسان سقوط کرده است به خاطر کارهایی که کرده، نه راه پس داره نه راه پیش. یه تیکه پدر یکی از بچه‌ها توی موقعیتی قرار میگیره که میتونه به این شلیک کنه. این از جاش جم نمیخوره. خیلی حال کردم با اونجاش، کاملا از زندگی
زندگی خالیه. خیلی برداشت میشه از این اپیزود کرد تو لنز دورتر، الیتا و آدم پولدارای جامعه برای اینکه طولانی‌تر و بیشتر و بهتر زندگی کنن، این زندگی اضافه رو بعد از بچه‌ها همون جوونا بگیرن. حالا این گرفتن حتما اینجوری نیست که بیا یارو بکشی. میتونی یه سیاستایی بذاری که زندگی رو قشنگ یه نسل بگیره. میتونی بدهکارشون کنی، میتونی یه بازی بچینی، یه عالمه جوون یه عالمه کار کنن، انرژی جوونیشون رو بذارن تا یه آدم 80 ساله بتونه مثل یه جوون زندگی کنه. قسمت 4 استوک این دزرت یا برف در کویر، در مورد یه آدمی به نام استوک کل باونتی هانترای گالاکسی افتادن دنبالش، قیمت زیادی رو سرش. ترجمه فارسی باونتی هانتر میشه شکارچی فضل. تا داشتم کسی بگه شکارچی فضل. سلام، من شکارچی فضلم. سلام، بسیاری شکارچی فضل دنبال منه. گرافیک این اپیزود خیلی زیاده، یعنی اگه در آینده بتونن همچین رندری و ریل تایم توی گیم اوپن ورلد پیاده کنن دیگه هیچی. یعنی به این تایم خیلی نزدیکیم که دیگه نتونی واقعیت و انیمیشن تشخیص بدی. همه کلی سیزن طول عمر و گذر زمان و افکتش رو آدمه. کلا دیده منفی نسبت به جاودانگی و طول عمر طولانی داره. استو هم اینجا خیلی به خاطر طول عمر طولانیش درد و رنج کشیده. زنش خودکشی کرده چون اون داشته پیر می‌شده، این جوون مونده بوده. معدود اپیزودهای این سیزن بود که لاو داشت کم، یعنی چند سکانس خوب داشتیم. بیشتر سیزن ربات و دثش، مرگ و رباتاش بیشتر عشقشه. خیلی اپیزود خشنی بود، هرچند که انتظارشو نداری هی اتفاق میفته، بک تو بک هی شوکت میکنه. ولی پایانش یه جورایی پیوند جاودانه یه شخصیت زن رباتیه که با مشکل تنهایی روبرو شده. شخصیت مردم که دقیقاً طول عمر طولانیش براش مثل یه تلس شده، با مشکل تنهایی روبروش کرده. پیوند عشقی اینا این مشکل رو برای هر دو طرف حل میکنه. قسمت 5 تال گراس یا چمنهای بلند، در مورد یه قطار تو قرن 18 که یه جا توقف میکنه که مسافرا به سری موجوداتی لای چمنا کنجکاو میشه. همه چی به کنار، گرافیک این اپیزود انگار هر پلان میتونه تابلو نقاشی باشه. سیگاری که کاراکتر میکشه در حد سیگار تامی شلبی حس میشه. این اپیزود منو یاد کتابای درنشن انداخت، اون حس دلهره یهویی که بهت میده، تاریک توی شب. خیلی داستان ساده و کلاسیکی بود. آخرش که با آتیش نجات پیدا کرد، پیرمرد توضیح جالبی داد. گفت آدمایی که میرن واندر اراوند کنن، میرن بچرخن، گم میشن و تبدیل به اون موجودات میشن. شانس آوردی گم نشدی، شانس آوردی گت لاست نشدی. قسمت 6 داستان سویت کریسمسیه، باز گرافیک تغییر کرده، شبیه عروسک‌ها شدن کاراکتر، تکسچر عروسک دارن. شب کریسمس میخوان برن کادوشونو بگیرن، بچه‌ها کوچولو از سویت همه چی، یهو یه هیولای ترسناک مسئول دادن کادو تو خونه. هیولای میاد مثل فیلم ایلیم میره نزدیک صورت بچه‌ها، بو میکشه، میگه گود، یعنی بچه خوبی بودی، با یه کادو بالا میاره میده دست بچه زهره ترک شده. من واقعا اوکی هم تو بچگی سیستمی بود به خاطر خوب بودن جایزه میدادن. درسته من نمیگرفتم و میخورد هیولای منو، ولی حداقل یه موتیوی داشتم برای خوب بودن. آخرش یکی از بچه‌ها میپرسه اگه خوب نبودیم چی میشد، که فکر میکنم اون نوت خیلی خوبی تموم شد، باعث میشه آدم فکر کنه. قسمت 7 لایف هاش در مورد یه خلبان با بازی مایکل بی جردنه که سقوط میکنه توی سیاره ای، یکم دور و بر میگرده، یه مخفیگاه توری پیدا میکنه. از نظر سی جی آی این اپیزود خیلی خوب بود، بعضی جاها اینقدر فوتوریالیستیک بود تشخیص نمیدادم فیلم یا انیمیشنه. مخفیگاهی ربات مثل سگ ارور داده، میخواد خیلی سریع به طرز فجیع هر کی رو میبینه رو بکشه. من یاد فصل 4 اپیزود 5 بلک میرور انداخت، دقیقاً تقریبا همون بود. اگه بیشتر این کانتنت میخواد برید اون اپیزودو ببینید. یکی از هیجان انگیزترین اپیزودهای سیزن بود، من چند دقیقه قشنگ میخ کرده بود، منو برد تو اون فضایی که این کاراکتر داره برای زندگیش میجنگه. این سریال میتونه در عرض چند دقیقه چنان هوکت کنه. اول اپیزود شروع میشه میگه بابا من خیلی طول میکشه با این دنیا آشنا شم، بعد 3 دقیقه عاشق 3 تا کاراکتر شدی، نگران چهارمی نمیره. یه دیگه این ربات سگ رفت رو دست مایکل بی جردن، دستش کالباس شد. خیلی صحنه خشنی بود. یه هیبت آدمگونه ای به این سگ ربات داده بودن که ترسناک بود. ولی پایانش یکم ناامیدم کرد. دیگه خیلی خنگی کرد ربات، صرفا نور انداخ رو پاش، ربات هم پاش رو زد خراب کرد. یعنی یه خط کد if my body don't attack myself، حالا یه نور میبینی خودتو نزن. ربات پیشرفته بین سیاره ای هست، یکم باهوشتر باش. قسمت آخر دراوند جاینت یا قول غرق شده، که یه جورای مترادف زیمابولوی فصل قبله، همون وایب داره، راوی داره روش حرف میزنه، عمیق‌تر و نزدیک‌تر به مخاطب. گرافیک انیمیشنش در حد یه گیم بروز خوب آپ تو دیته، ولی جایی که این اپیزود میدرخشه مونولوگای این دانشمنده. یه آدم خیلی اورسایز و گنده، یه جاینت مثل این نهنگایی که خودکشی میکنن، افتاده لب ساحل. دانشمنده این قضیه رو از دید فلسفی نگاه می
میکنه، باز با مسئله گذر زمان با تم مرگ و زندگی کار میکنه. ادی که 3 روز بعد اینکه جسد رو پیدا میکنن، بدنه شروع کرده به سیاه شدن، مردمه که چشش مثل یک کهکشان کدر شده. کاراکترمون برای اولین بار پاشو میذاره روی این جاینته و میگه چیزی که بهش جرأت داده پاشو بذاره روی این جاینته این مسئله گذر زمانه، مسئله لیمیت بودن وقته. مسئله گذر زمان و محدود بودن زمانی که به انسان برای انجام کارهای جدید جرأت میده، وگرنه برای هر کاری میشستی 1000 سال تصمیم میگرفتی. همین که اینو فصل 2 رو 8 اپیزود دادن بیرون، میزان تاثیرگذاریشون نسبت به فصل 1 کمتر کرده، ولی در کل از دید داستانی و گرافیکی فصل 1 بهتر بود. ولی تمی که تو خیلی قسمت‌ها باهاش کار کردن کلیشه بود. این داستانی که ربات انسانو میخواد بکشه بدون هیچ حسی خیلی وقت تو سینما داریم میبینی. ما از این سریال انتظار خلاقیت بیشتری داریم. فصل 1 خیلی داستان جالب تری داشت، استایل انیمیشن خیلی تغییر میکرد. اینجا چند جا هم موشن کپشر استفاده کردن، گرافیکش هم همونطوری که گفتم مثل یه گیم آپ تو دیته، یه چیز فراتر خارج از تصورم نبود گرافیکش. ولی با این حال فکر میکنم ارزش دیدن داره. من خودم تا الان همه اپیزودا رو 2 بار دیدم. برای کسی که فصل 1 رو دیده 100% پیشنهاد میکنم ببینه فصل 2 رو. ولی این فصل هیچ اپیزودی در حد گود هانتینگ، بیاند یا زیما بلو نداره، به اون حد نمیرسه. نمره من به والیوم 2 سریال لاف دث اند ربات 8/10. دوستان اگه هر نظری در مورد هر کدوم از اپیزودهای این سیزن دارید بنویسم. شاید شما یه چیزی رو می‌بینید که من نمیتونم ببینم، برام کامنت کنید. اگه از این ویدیو خوشتون اومده اول لایک کنید، بعد چنل سابسکرایب کنید، بعد به عمه، خاله، همکلاسی، دایی، عمو و اکستون من معرفی کنید. تا بعد، فعلا.